زمزمه و نگرانی از افزایش قیمت بنزین با شروع محدودیت استفاده از کارت های سوخت در پمپ بنزین های تهران بالا گرفته با این حال قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میگوید هیچ برنامه‌ای برای تغییر سهمی بندی یا افزایش نرخ بنزین وجود ندارد و جمعآوری کارتهای سوخت از پمپ بنزین ها تنها برای مدیریت بهتر مصرف سوخت در کشور است. در حال حاضر قیمت بنزین سهمیایی در ایران لیتری 1500 تومان و بنزین آزاد لیتری 3000 تومان است. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گمان زنی ها در باره گران شدن بنزین را شایعاتی خوانده که گروه های خاصی با هدف جفسازی در جامعه به آن میزنند. و قصدی برای افزایش قیمت بنزین در کشور وجود ندارد. بنا به گزارش‌ها مصرف بنزین در سه هفته اول فروردین امسال در مقایسه با سال گذشته 9 درصد افزایش داشته. فریدون عباسی میگوید صرف جویی و افزایش تولید بهترین شیوه برای پاسخ به رشد تقاضاست و این از طریق بهبود صنایع خودروسازی و تولید خودروهای کم مصرفتر ظرف یک دوره پنج تا 10 ساله میسر خواهد بود که نیازمند سرمایه گذاری و جایگزین کردن خودروهای جدید با خودروهای قدیمی است که بخشی از مردم قدرت و امکان آن را ندارند بحث دیگری که در افزایش گمان زنی درباره گران شدن بنزین مطرح است تداوم قاچاق سوخت به خارج از کشور است بنا به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قاچاق بنزین در سال 1401 افزایشی 250 درصدی داشته که یک دلیل آن قیمت ارزان بنزین ایران در مقایسه با کشورهای همسایه است عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید برای حل این مشکل قیمت ها باید واقعی شوند اما قبل از آن درآمد مردم باید واقعی شود. فریدون عباسی میگوید اگر قرار باشد بنزین گران شود، درآمد مردم باید به باشد که توان این افزایش قیمت را داشته باشند و اگر قرار است قیمت کالاها در کشور با نرخ دلار تعیین شود، نظام حقوق و دستمزد هم باید دلاری باشد و این امکان پذیر نیست.